طرفدارای مرغ شکمپر، بیاید که این بار براتون مرغ شکمپر به سبک ترش دارم و بیشتر چیزایی که داخلش هست ترکیبش رو خودم با هم چیدم و تست کردم، فوق‌العاده شده. بریم که این خوشمزه رو بپزیمش و همچنین میخواییم با هم دیگه امروز توی خونه میوه خوش درست بکنیم. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ زندگی بر وفق مرادتون باشه انشاءالله. میخواستم که امروز با هم دیگه یه آشپزی جدید داشته باشیم. جدید که در واقع نه، من همینجور که میدونید قبلا توی کانالم آموزش مرغ شکمپر رو گذاشتم بچه ها، ولی به سبک جنوبیش رو، یعنی به سبک در واقع شیرین کشمشیش رو، و این سری قراره که براتون به سبک ترشش رو بذارم و یه جورایی با رسپی خودمه و این چیزایی که حالا توش میریزم و شاید مثلا عمومی نباشه، اما خب در کل میدونیم که مثلا شمالی عزیزمون لونگیشون همون کلا به سبک ترش و با اینجور چیزا هستش و حالا میدارم که دیگه خوشتون بیاد و شما هم به این سبک درستش بکنید. ضمن این که بچه ها میخواستم بهتون بگم که ترکیه، حالا قبلا بازی استوری گذاشتم در موردش، اما ترکیه میوه خشکشون رو خیلی متفاوت با ما درست میکنن توی ایران و شکر میزنن به میوه خشکشون که در واقع یه جوری اصلا اینقدر طعم شکر میگیره که دیگه نمیشه برمان میوه خشک مزه های خود میوه رو ازش گرفت، ولی خب من همیشه خودم دستگاه گرفتیم دیگه و خودمون تو خونه درست میکنیم و من میوه‌های خیلی خیلی مختلف رو تست کردم، اما یه آلوهای کوچولوی سیاهی هستن دوکی فرمن گردا که خیلی خوشمزه میشه، ولی من این کوچولوهای دوکی فرمم یه بار گرفتم تست کردم و اصلا دیدم خیلی خوب شدش، واسه همین گفتم که الان با هم دیگه امروز هم میوه خوش درست کنیم و همون مرغ شکمپرمون رو درست کنیم. قبلش ازتون ممنونم بابت حمایتای همیشگیتون و اگر که لطف کنید و اون لایک رو برای من بزنید و همچنین کامنت بذارید تا به من انرژی و انگیزه بیشتری بدید. بریم با هم دیگه همراه باشیم. خب ببینید این آلوهایی که بهتون میگفتم اینا هستش، همه اینا میگم آلوسیا دیگه، حالا بعضیش دوکی هم بعضیش گرد و دیگه شفتالو هم که خب بزرگتره، اما این نکته که توی چیز هست برای اینکه اینا رو برش برش بدید دقت کنید که از افقشون از عمودیشون نبرید، از این ور به این ور ببرید که خیلی راحت بتونید هستش رو جدا کنید. الان من بهتون یه نمونهش رو میگم و دیگه انجام میدیم و میذارم توی دستگاه. دستگاه هم بچه من قبلا شاید در موردش نگفتم، من دستگاه خب زیاد دیدم ولی خیلی برام نظرات و اینا مهمه، همین که دستگاهش WMF و خیلی جنسای این برند با کیفیت آلمانی هم هستش و توش خیلی خوب و طبیعی در میاد. 5 تا طبقه داره، حالا من توی هر کدوم معمولا یه میوه میذارم، حالا برای نمونه یه 2-3 تا میوه دیگه هم آوردم که اونم با هم دیگه درست بکنیم. ببینید اون چیزی که میخواستم براتون توضیح بدم اینه که نگاه کنید از بغل که برش بدید به این صورت، اینجا خیلی مهمه بچه‌ها یه پیچ بدید مثل آووکادو، دقیقا جوری که آووکادو رو در میارید، بعد این خیلی راحت در میاد، ولی اگر اینجوری از قسمت عمودی بخواید برش بزنید خیلی هستش دیگه در نمیاد، شکل این چیز آلوچه‌تون هم خراب میشه. بعد اینا هم دقیقا، حالا من اینجوری با دست انجام میدم که شما ببینید، این ورش هم همینجوری، قدرشون هم بچه ها همین اندازه نگه دارید خوبه، یعنی همین اندازه ای که بخواید. ببینید من یکی دیگر انجام میدم، حالا سعی کنید اینو دیگه از قشنگ وسط برش بدید که خیلی راحت این هسته جدا بشه. خب اینا آلوچه های ما بچه، من پرتقال دارم که پرتقالمو دقیقا با پوستش همون جوری که هستش میخوام انجام بدم، کلا خودم با دست بیشتر عادت دارم تا با تخته. برشاشو من انقدی میذارم، مثلا بر پرتقال انقد کلوفتش باشه، 1 سانت دیگه نرماله. اگه بتونید از 1 سانت باریکتر برش بدید خب خوبتره، ولی من همیشه 1 سانت برش میدم قشنگ میشه، این بازاریا میشه. سیبم هم به همین صورت،
قشنگ همینجوری گردی گردی. حالا سیب اگه بتونید باریک تر کنید، ببین اینجوری نیم سانت نیم سانت خیلی بهتره. و اینجا یه دونه باز شلیل دارم، شلیل رو هم حالا برعکس از قطر میبرم و اینو اینجوری راحت تر شکلش رو میخواییم بذاریم قشنگ تر میشه. و دیگه دوباره برشش بدید. این حالت کجیش رو در آوردم. اینا هم نیم سانت نیم سانت. ببینید خب بچه ها، من میوه ها رو خرد کردم و حالا دیگه سلیقه ای هر کی دوست داره میتونه یه جور خاصی، ولی من تجربه‌مو گفتم بهتون، خصوصا در مورد این آلوها که اگه به صورت افقی بخواید ببریدشون یه خورده زمان میبره تا حالا بخواید هسته‌هاشو جدا کنید، ولی به این صورت که بهتون گفتم خیلی راحته. و دیگه من پرتقالا رو گذاشتم پایین، بعدشم سیب رو میذارم آخر سرم، اینا رو میذارم چون اینا خیلی سری با این که فکر میکنید زخمه، برای خیلی سری خشک میشه و هرچه که خشکیش کمتر باشه، نرمتر باشه، خیلی خوشمزه تر در میاد در نهایت. طبق حالا خود کاتالوگ این دستگاه هم من همیشه میذارمش روی 8 ساعت. حالا اگه یه وقت نگاش میکنم کم و زیاد باشه، تایمشو عوض میکنم. درجهش هم برای میوه خشکایی که توی این سبک توی این رنج هستن 70 درجه است بچه ها. حالا من اینا رو قبلا چون زدم رو همون ستش میکنم و دیگه شروع میکنه دیگه رفت تا 8 ساعت دیگه که من اینا رو درست کردم براتون میذارم. آها در یادم رفت، اینم در بریم سراغ مرغ. ببینید تمام ادویه‌هایی که برای همون مرغ قبلی نوشتیم برای همینم اوکی هستش. من همینجا براتون نوشتم و هم ابتدای ویدیو. همونجوری که می‌بینید مرغ من بعد از نیم ساعت آماده هستش. همون نیم ساعت کافیه دوستان، بستگی به بزرگی مرغتون. و اینکه میریم سراغ خرد کردن پیازمون، چون می‌خوام که پیاز سرخ شده درست کنیم و مواد داخل شکم مرغ رو آماده کنیم. پیازمون رو که خرد کردیم اضافهش می‌کنیم به مایتابه‌ای که داغش کردیم از قبل. اجازه میدیم این مقدار پیازمون که سبک شد، من بهش کره اضافه می‌کنم. شما می‌تونید از همون روغن هم استفاده بکنید، هیچ فرقی نداره. و این مقدار که پیازمون سبک شد و رنگ عوض کرد و در واقع آماده میشه که بخوایم بهش موادی که داریم برای درست کردن این حشوی ترشمون رو اضافه بکنیم. من مواد رو براتون ابتدای ویدیو داخل اسلاید ها همش رو نوشتم، ولی خب این رسیپی در واقع بچه همونجور که بهتون در ویدیو گفتم اینجوری چیزایی ترشی که خودم انتخاب کردم، مثلا این سس زرشک هستش که فوق‌العاده هستش. دونه انار دارم که من خود حالا دونه ها رو گذاشتم توی فریز که آماده داشته باشمشون و تازه باشن. به غیر از اون یه روبه آلوچه هستش که اینو هم حالت سس داره و هم خود دونه های آلوچه که اینو بازم از فروشگاه گیلانه ها خریدم. و مغز گردو داریم که باید حالت ساتوری شده و نخ پودر نباشه زیر دندون بیادش. که همه مواد رو وقتی که پیازمون سرخ شدش اضافه میکنیم و با هم دیگه تفت میدیم. من گردو اضافه کردم، دونای انار اضافه کردم، آلوچم و همچنین سس زرشکم که دارم اضافه میکنم. از این سس زرشک ما دو تا پیمونه نیاز داریم، یکی هم برای بعدن این که روی خود سطح مرغمون رو باهاش ماساژ بدیم. یک کوچولو من تفت میدم و زمانی که اینا یه مقدار با هم دیگه تفت خوردن و رنگشون باز شد، من میخوام ادویه ها رو اضافه کنم. ادویه هم که دارم زردچوبه هستش، یه مقدار آبیشن دل بخواه، فلفل سیاه، نمک، پول بیبر، تخم گشنیز و چوب دارچین هستش. همه رو اضافه میکنم، باز یه مقدار با هم دیگه تفت میدم. ببینید رنگش به این حالت قرمز میمونه. منتها من در انتهای کار میخوام یه خورده برای اینکه ترش‌تر بشه بهش رو به انار بزنم، ولی در نظر بگیرید اگر میخواید که رنگش از این حالت تغییر نکنه، رو به انارتون استفاده نکنید، چون رو به انار باعث میشه که رنگ این مواد به تیرگی بزنه که کاملا دل بخواه هستش اضافه کردنش.
مقداری که با هم تف خوردن شاید کل این مواد 10 دقیقه‌ای آماده باشه. بیشتر اگه تفتش بدید در حالت سوختگی میگیره به خاطر اون چیزایی که با انار و اینا هستش. آماده است. من زیرش رو خاموش میکنم و میریم سراغ مرغمون. مرغتون رو از قابلمه که درآوردید مستقیما بذاریدش توی سینی فرتون که زیرش کاغذ روغنی گذاشتید. میتونید به جای کاغذ روغنی سلفون هم استفاده کنید، ولی کاغذ روغنی برای اینکه بعداً بخواید سینی تو بشورید خیلی راحت تره. من تمام سطح مرغ رو زعفرون میمالم و علاوه بر زعفرون دو سطحش رو بعد همین کار بکنید، دوستان بعد برش گردونید و علاوه بر اون بهش اون سس زرشکی که اونجا بهتون گفتم رو کاملا روی سطحش ماساژ میدم و میذارم که قشنگ مزه ترش به خوردش بره. این باعث میشه که بعدن رنگش هم به تمی که میخوایم درست کنیم بیشتر بیادش. موقعی که توی فر میپزه قشنگ حالت قرمزی به خودش میگیره. حالا نوبت پر کردن شکم مرغمون با مواد ترشیه که داریم، کاملا پرش میکنیم. من یه مقدار از آب خود مرغ که باهاش مرغ آپس کردیم رو میذارم کنارش برای اینکه مرغمون حالت خشک نگیره، هرچند که نمیگیره چون ما اینو از قبل آپس کردیم، ولی خب من برای اطمینان این کارم میکنم و با دمای 200 درجه میذارم بپزه. حتما یادتون باشه که بعد یک دور مرغتون رو بچرخونید توی فر برای اینکه دو سطحش برشته بشه. میبینید قشنگ روی مرغمون پخته و من با استفاده از این کفگیرها برش میگردونم و اجازه میدم تا اون سمت مرغمونم با استفاده از گریل برشته بشه. خدا وکیلی اصلا نیازی نداره که من هیچی در موردش بگم، به خاطر اینکه خودش داره با رنگ و لابش با همون حرف میزنه. من یه مقدار از موادی هم که برای داخل شکمش بود رو کنار مرغ همیشه سرو میکنم که اگر کسی ترشی بیشتری احتیاج داره روی مرغش بریزه. این رسیپی رو از دست ندیم بچه ها چون که فوق‌العاده میشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر اینطوره حتما با لایک و کامنتاتون مثل همیشه حمایت هم کنید و با هم همراه باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. نوش جان. گفتم از میوه خشکامونم براتون یه ویدیو بگیرم که ببینید چقدر خوشگل و خوش رنگ هستن. حتما توی خونه میوه خشکو تست بکنید. خیلی سریع و راحت آماده میشه.